ابن زهر را راه را گم کرده این چهره دلخواه را گم کرده این خواه را گم ما تو را در قعر چاه انداختی یوسف ما یوسف چاه را گم کرده هر کسی خواستید با غیبت امام زمان آشنا کنید داستان یوسف داداشاش یوسف رو انداختن تو چاه ما امام زمانمون رو تو چاه انداختیم اجداد ما در توقیع آقا میفرماد فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره ولا نؤثره منهم میگه میدونی ما رو چی منو تو چاه انداخته میدونی چی منو حبسم کرده عجیبه مگر گناهان شما شما چیزی که ما دوست نداریم انجام میدهید من میگم شاید یک نشونه بین این که آقا غیبتش از سرداب آغاز شد و غیبت یوسف هم از اون چاه شاید میخواد خدا بر ما یه چیزی بفهمونه شاید خدا میخواد به ما بفهمونه یوسف هم اول نشونه هاش اومد برای یعقوب منتظر عزیز من یوسف بینشون بود نمیشناخت او اینا رو میشناخت اینا اونا رو نمیشناختن معصوم میفرما تو همون فرشایی که شما قدم میذارید قدم میذارید تو همون کوچه هایی که راه میرید راه میرید تو همون بازارهایی که شما راه میرید راه میره شاید تنمون به تنش خورده من میگم شاید تو بازار اون لحظه که داشتیم قسم میخوردیم به امام زمان اینو 100,000 تومان خریدم شاید داشته رد میشده مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه عزیزان عجیب خدا شاهده در بهارم اومده میگه من مناجات امام زمان رو تو سرداب شنیدم و این عبارتهاش یادم مون میاله بخشش یادم رفتیم بخشش یادم خدایا او داره برای ما دعا میکنه شیعان ما را از شعاع نور ما و بقیه تینت ما خلق کردی آنها گناهان زیادی با اتکا بر محبت ما و ولایت ما کردن یا خدا اینا گناه میکنن امید دارن میگن من مهدی شفاعت میکنم اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست از آنها بگذر که مرا راضی کرده ای و آنچه از گناهان آنها که در ارتباط با خودشان است خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست با آنها بده تا راضی شوند آنها را در آتش جهنم نجات بده برهان و آنها را با دشمنان ما در خشم و سخط خود جمع فرما خدا به حق آنکه با تو مناجات کرد و به حق آنکه در خشکی و دریا تو را خوان بر مؤمنان فقیر قنا میگه اینا که فقیرشون ثروت برسون و بر بیمارانشان شفا و سلامتی و بر زندگیشان لطف و کرم و بر گذشتگانشان مغفرت و رحمت و بر مسافران و غریبانشان بازگشت به وطنهایشان تفضل فرما امام زمان میفرماد تمام اخبار شما در نزد ماست هر کاری میکنید دارم میبینم ایداد بیداد و هیچ یک از احوال و اخبار شما بر ما پوشیده نیست ما نسبت به اعمال شما بی خبر نیستیم و البته یاد شما را فراموش نمی‌کنه. اصلا داستان برعکس شده. او داره برای ما گریه می‌کنه.